بهترین حیوان، کلاغ، بهترین آهنگ، سلام فرمانده، بهترین شعار، نه این چیز مرگ در آمریکا، بهترین کار، امر به معروف، بدترین کار، اپیلاسیون، بهترین دوست، واجناق، بهترین لذت، دیدن جوانایی که میرن بهش. خب اگه نخواستن برن چی؟ غلط اضافی خوردن مگه دست خودشونه؟ بزرگترین مشکل جامعه، خانمای بی‌حجاب، اون وقت اختلاس و فساد تو غربم هست، تو غرب رفاه هم هست. ما نباید چشمون به غرب باشه. اون وقت تورم 60 درصدی چی؟ عوضش امنیت داشت. یا بابا بگی برو ببینم. بگو. بهترین نوشیدنی ساندیس. خب درود ویژه خدمت شما عزیزان و تمام تاجداران، جاوید شاه، جاوید خاندان ایران ساز پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان با اون تاج همیشه طلاییش. امیدوارم مثل همیشه سرفراز، پیروز، موفق و پر از امید باشین. من بعد از 100 روز به هر حال در لایو دوباره قرار گرفتیم و در خدمت شما تاجداران هستیم بعد از دو سه برنامه‌ای که امشب هم در یوتیوب پخش خواهیم کرد. امیدوارم این امکان رو به ما بده اینستاگرام و سپاسگزارم از همه تاجداران و تمام اهوراییانی که تا به امروز در کنار هم مبارزه کردید و امروز به هر شکل همه عزیزان می‌بینید که تا ساعت‌هایی که من شما و دیگران درش به سر می‌بریم تمام امیدها نگاه‌ها به خیابان‌هاست و خیابان‌هایی که به هر حال عزیزان نازنین منتظر هستن که اوضاع رو ببینیم، ببینیم مناسبت‌های مناسبی که پیش روی ما هست و فرمان اعلیحضرت هم در این امر ملوکانه می درخشد، فرمان در اصل نهایت همکاری و نهایت اتحاد رو برای کف خیابان و پایان دیکتاتوری به شما عزیزان داده شده، فرمانی که همه ما، همه شما، همه عزیزان دوست داریم هرچه سریعتر از آخوند خلاص بشیم و موفق هم خواهیم شد، در این شکی نیست و شما نازنینان هم باید کوشش خودتون رو فراتر کنید و امیدها رو به دیگر عزیزان در سر تا سر کشور انتقال بدید. یادتون باشه ما بعد از 25 شهریور و فرمان اعلیحضرت که ابتدایی ترین به هر حال همایش بزرگی که برای براندازی هست این بود که در سال روز در حال به قتل رساندن مهسای نازنین و دیگر عزیزان باید عزیزان و خانواده هاشون رو همراهی کنیم و به بهترین شکل ممکن در کف خیابان برای حمایت از این عزیزان همکاری کنیم. اما و دیدیم که بعد از اون روز که جمهوری نازنین نکبت آخوندی مستأصل هم شده بود نتوانست به نوعی خودش رو جمع و جور کنه و تمام نیروهاش رو برای سرکوب عزیزان ما در خیابان ها، در اماکن و در شهرها و روستاها پخش کرده بود و از دلهره این که مبادا مردم باز هم به خیابان بیان و کار رو یکسره کنن ابتدا به دستگیری بسیاری از فعالین، بسیاری از عزیزان نازنین و دیگر تاجداران پرداخت و بسیاری از مراتبی که همه شما از آن برخوردار هستید و میدانید. خیلی ها روی این موضوع هم پافشاری می کنیم که برای رسیدن به احقاق حق خودمون از هیچ چیز دریغ نباید بکنیم. جمهوری ننگین ملایان ترسش از تداوم این فرمان و تداوم همیاری و همکاری مردم در کف خیابان و به هر حال سالگردها و مناسبت‌های ویژه‌ای است که پیش رو داریم. یادتون باشه دوستان نازنین فراموش نکنیم که کیان پیرفلک عزیز رو داریم و بسیاری از مراتب دیگر مثل سالگرد جمعه خونین زاهدان رو داریم که از همین الان جمهوری اسلامی در شکل‌های مختلفی داره سنگ اندازی میکنه با نصب دوربین و ببخشید من این پیرن رو کات رو در بیارم که واقعا گرم شد
بله جمعه خونین رو در راه داریم که جمهوری اسلامی از ترس و حراس خودش که مبادا ملت همکار و همیار همدیگه بشن و پایان دیکتاتوری رو گفتم بهش تبریک بگن که حتما هم رو خواهد داد، از همین الان با نصب دوربین ها و نمیدونم شایعه پراکنی در فضای مجازی و که آی چی شد پس چرا نتونستید از این مسائل، خودش رو داره به هر حال دلگرم میکنه، به قول اون قدیمی ها داره خودش رو و بازار خودش رو تعریف میکنه. ولی این دیری نخواهد پایید که در گوشه گوشه شهرها و کشور ما اعتراضات، اعتصابات رنگ و بوی دیگری خواهد گرفت، همونطوری که در پیج دیگر خودمون یعنی کف خیابون برای شماها فیلمی هم پخش کردم امروز، ما دیدیم در بندر گناوه اون امام جمعه موقت یا همون نمایشی جمهوری اسلامی مردم به سوی او روانه شدن و در روی اون منبرش تعریف از خود میکرد و حکومتش با صراحت تمام مردم از او این سوالات رو میکردن که مردم ما گرسنن، زن و بچه ما گرسنن، تورم بسیار بالاست و تو چرا فقط حرف میزنی و عمل کردی در دولت آخوندی نیست. عزیزان اگر به خیال این هستید که در دولت آخوندی یک سری مراتب این گونه برای شما دوباره مهیا بشه، بس سختی بهتون بگم اشتباه میکنید. این جمهوری ننگین مولایان هیچ چیزی رو برای شما به ارمغان نداشته و هدفش فقط نابودی ایران و ایرانی و باقی مونده ایرانی هم که میمونه، فقط برای او باید حکم غلام رو داشته باشن. ولی اتفاقی که ما داریم در اصل مشاهده میکنیم و تداوممون رو هم داریم میبینیم و بیشتر هم داره میشه، اعتصاباتی است که در اعتراضات میتونه نقش بسیار بسزایی ایفا کنه، همونطوری که پریشب یا دیشب در پریشب فکر میکنم بله پریشب در لایو آقای نوری نازنین برای شما توضیح دادم، بازاریان و اعتصابات مردم و صنعتگران و کارگران رنگ و بوی خودش رو داره به خودش میگیره. این بار یادتون باشه در قزوین برای شما دیشب پخش کردیم باز در کف خیابان که ملت ایران، مردم ایران به باوری رسیدن که بایستی 40 سال پیش این اندیشه رو داشته باشند و تعامل میکردند و هر دورهی که میگذشت با خودعه، با نیرنگ، با تفکرات دین پروری و وعده سرخرمن شما عزیزان رو سرگرم میکردن، مثل اصلاح طلب، اصولگرا و مراتب دیگه، رنگ های متفاوتی که بر ما با 13 نخست وزیر برای ما عوض کردن که شاید بتوانن چاره کار خودشون بکنن. اونا در کار خودشون موفق بودن، اما ما ملت ایران، مردم ایران، برای ما عیب است که بعد از این همه سال 13 تا رئیس جمهور رو با اینها تجربه کردیم، یه 2 تا 3 تا هم شکلات نخست وزیری داشتن و دولت موقت داشتن که همه اینها اگر حضور ذهنتون باشه به قهقرا رفتن و فقط ملت ایران عزیز ما بودن که تاوان دادن، قبرستان هامون بزرگتر شد، آبادتر شد، مردم ما کشته تر شدن، مردم ما گشنه تر شدن، مردم ما از همه تسهیلات یک انسانی که باید در طول عمرش داشته باشه طول عمرمون کمتر شد و باید بهتون بگم از همه بدتر نسل کشی های بسیار فراوانی در کشور ما به راه انداخته شد و ما نه علاوه بر این که به 40 سال پیشمون جای خودمون نموندیم، بلکه 40 سال دیگه هم به عقبتر یا شاید هم بیشتر به عقبتر برگشتیم. این جای بسی تأسفه که در فرهنگ ایرانی و کشور ایران هنوز هم ملتی باور نکرده باشن که به هر حال بعد از این همه 13 دوره ریاست جمهوری کثیف نوع اثناحشری هیچ دوایی که نشد هیچی، بچه های عزیز هیچ دارویی هم براش پیدا نخواهد شد جز
براندازی. براندازی از نوع پیشرفته، براندازی از نوعی که ما عزیزان نازنین میدونید باید کف خیابان با همدیگه به اجراش در بیاریم. این اتفاقاتی که شما در روزهای آتی و گذشته دارید میبینید، دوستان نازنین، عزیزان من، این اتفاقات بی دلیل نیست، این اتفاقات اتفاقی نیست، اینها حاصل دست رنج بسیاری از عزیزان و تاجدارانی است که در طول عمر آخوند و ملت ایرانی که مظلومانه غصب آخوندها شده بود به دست اومده، با کشتن عزیزانمون، با به دار آویختن عزیزانمون، با قتل عام عزیزانمون طی این 44 سال، تو گویی که تمام دشمنان ایران یک باره از ابتدای هجوم عرب تا به امروز یهو همه یک جا به ایران عزیزمون الان حمله کردن و به تاراج و به کفتار بازی مشغولن. ببینید چاره کار کف خیابانه. ما این رو بارها گفتیم و باز هم میگم، چاره کار کف خیابانه. تعارف نداشته باشید، اتحاد و همبستگی شما و پیوسته بودن شما در این امر بزرگترین دستاوردی است که ما به دست آوردیم تا این سالهای اخیر. دستاورد مهم ما همین اتحادی بوده که تا به امروز به دست اومده و شما نازنینان میبینید که همچنان جمهوری اسلامی از مناسبت‌های شما، مناسبت‌های ملی شما میترسه، هراس داره. البته که باید تحولات بیشتری رو ببینه و البته که ما باید منسجمتر عمل کنیم. این اعتصابات و اعتراضاتی که شما عزیزان دارید میبینید در خیابان‌ها، این اعتصابات داره رنگی دیگه از خودش ارائه میده، به یک شکلی جدیدتر داره معروف میشه و به جامعه آخوندی هشدار دیگران بخوایم با این سادگی هم ازش عبور کنیم. اتفاقی که پیش روی ما هست اتفاق بزرگیست، اتفاقیست که باور کنید بارها و بارها ما در موردش صحبت کردیم، اما این اعتصابات یه شکل دیگه است. آخوندی که من بارها بهتون گفتم و بازم میگم، پوپولیست ها و تمام دیکتاتورها فکر میکنن دیگه کار تمامه و به راحتی سر بر آرامش میذارن، اما آخوندی به نام خامنه ای آخوندی است که آرامش نداره. خواب رو ازش گرفتید، او بیشتر از هر کسی داره فکر میکنه، میاندیشه که چه اتفاقی در چند روز آینده براش خواهد افتاد. این اتفاقات جمعاً یک انسجام ملی فراگیر پرقدرتی رو داره به وجود میاره. از یک طرف شما اعتصاباتی رو دارید میبینید که گفتم با اعتصابات گذشته کاملاً تفاوت داره، اعتراضاتی رو دارید میبینید که با تمام تجارب گذشته عزیزان ما، نازنینان ما در فرایند رسیدن به هدفش دارن تمام سعی خودشون رو میکنن که این اتفاق رو رنگ و بو بدن و به اون نقطه اعلا و اولای خودش برسونن. البته آخوند، گفتم برای شما، خواب ازش گرفته شده. همین که میدونید در گوشه گوشه کشور ما جنایاتی رو که کرده، حتی تا این چند وقت پیشی که عزیزان، یک سال پیشی که از مهسای عزیز به بعد، جنایاتی رو که آخوند انجام داد، یا سال 98 آبانش، یا سال 96، یا سالهای قبل از اون برای دانشجویان، یا قبلتر برای تاجداران و اهورائیانی که به دار آویخته شدن، یا فرایند اعدامیان ابتدای شورش 57 که چه مظلومانه بسیاری از ارتشیان دلاور و صادق ایرانی به دار آویخته شدن یا اعدام شدن در سکوت مطلق خبری و همه مراتب، امروز به این نتیجه رسیدن، حتی نوه ها، نتیجه ها و به هر حال افرادی که از آنها باقی موندن و خاطرات و فیلم هایی که مونده
همه ما رو آگاه کرده که یک راه برای هممون باقی مونده، عبور از آخوند. به چه درسی، به چه شرایطی، اون دیگه بستگی به خودمون داره. اون لحظه‌ای که من، شما و دیگران در فضای مجازی قرار خواهیم گرفت و بی‌محابا تصاویری رو پخش خواهیم کرد و همراه خواهیم شد که طبیعتاً پدر و پدر بزرگ آخوند که چه عرض کنم، دنیا هم تأمل خواهد کرد که این ملت چقدر انزجار ویژه‌ای داشتن از این حکومت پوپولیستی و آخوندیست. بچه‌های نازنین، حرکت‌های اعتصابی و اعتراضی رو پرقدرت کنید. یعنی چی؟ یعنی این که شما عزیزان اگر توجه داشته باشید، حول اعتصاباتی که در قزوین رخ داد بعد از امون نماز مسخره جمعه یا نمایش مسخره جمعه، و یا امروز در گناوه همین مطلب در نماز جمعه، یعنی مکانی که جمهوری اسلامی از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و از نظر ایدئولوژیکی، خوب توجه کنید، میتونست ازش بهره بگیره بگیرد و از اون مراتب عوام فریبانه در درون خودش، یعنی افرادی که در درون خودش هستن، اونها رو منقلب کنه. و هر بارم دیدید که اون ضحاک بزرگ خامنه ای در سال 96 98 و دیگه هم میگفت دستی علیل دارم، من بیمارم، و خودش رو تبرئه میکرد و یک مغز فسیل هایی یا مغز انگوش نماهایی که به هر حال امروز به نام ساندیس یا هر فرمی که برای شما توضیح دادن و یا یه حلقه طلایی، همه اینها متوجه شدن نه، این تو ببیری از اون تو ببیری نیست. میخوام یه توضیح جامعتر رو برای شما و تمثیل جامعتری رو برای شما بدن. ببینید، ما در سال 98، درود عزیزان، درود به تک تک شما تاجداران، من عذرخواهی میکنم، خیلیاتون دارید ابراز احساسات میکنید، مینویسید، منم از همه شما سپاسگزارم. من میخوام رشته کلام از دستم نیفته و ادامه مطالب رو داشته باشیم. اگر تک تک عزیزان رو بخوام درود درود بگم، خب زمان زیادی خواهد بود. برمیگردم به اون اصل قضیه. دوستان عزیز، اگر توجه داشته باشید، جمهوری ملایان مخالفین خودش رو در هر شکلی که شما فکر میکردید تا به امروز سعی به سکوت، خاموش کردن، اعدام یا شلیک به اونها در کف خیابونها و سرکوب و نگه داشتن در زندانها و یا به شکلهای مختلفی از کشور خارج کنه یا مجبورشون به کوچه اجباری کنه. اما یک جریانی در پیش افتاده که جمهوری اسلامی رو امشب بیشتر از هر شب دیگه داره دلهوروار، گفتم دیگه الان خامنه‌ای باید بشینه پای منقل و بساطش و به این روزهای عجیب تأمل کنه. امروز مخالفینی به نام اعتراضات و اعتصابات در درون جمهوری اسلامی سر به اعتراض برداشتن، خوب توجه کنید که در نظام خودش هستن و در نمایش جمعه یا نماز جمعه از قزوین بگیرید تا گناوه، دو حرکت منسجم انجام شد و مخاطب اصلی هم عظما بود، مخاطب اصلی هم طرفداران جمهوری اسلامی بودن که هنوز با او هستن. یعنی از درون خودش و طرفداران خودش شما میبینید که بسیاری از معترضین سر به طغیان برداشتن. اون مخالفین گذشته‌ای که شما عزیزان هستید، من هستم، دیگران هستن، همه عزیزان هستن، به فرماندهی و به پادشاهی اعلیحضرت رضا شاه دوم تکلیفشون روشنه، مخالفه 100% ما دیدیم دیگه. اما در درون خود نظام داره یک اتفاقاتی میفته. این رو گفتم که شما عزیزان از همین الان داشته باشید که حرکت هایی که شما انجام دادید و انجام میدید، این حرکت ها تأثیرش داره
یکی نه هزار به هزار داره بیان میشه، در جامعه پخش میشه و مردم متوجه هستن که باید مرغ 250 هزار تومانی بخرن. مردم متوجه شدن نون 10-12 هزار تومانی باید بخرن. مردم دارن متوجه میشن که بنزین 3 هزار تومانی کشک. مردم دارن متوجه میشن که اوضاع دلار و اینا کشکه، همش حرفه. مردم دارن متوجه میشن بوزش میخوام. من دیشبم لایو نیومدم خدمت شما عزیزان، یکم کسالت دارم هنوز از بند اون زندان و اون حبسی که ما کشیدیم توی این سه ماه، رها نشدیم و اثراتش رو من دارم الان مشاهده میکنم. برمیگردم فلشبک به اصل قضیه. ببینید، مردم و طرفداران نظام بینشون داره یه اتحادی برقرار میشه که بله، این جمهوری اسلامی ضد ایرانیست. البته اونایی که طرفداری حد و وسطی داشتن، یعنی کسایی که باور میکردن میشه با اصلاحات، میشه با شرایطی دیگه اوضاع رو درست کرد. شما حتی در گویش بسیاری از اساتید دانشگاه‌های خودشون، چون من این دانشگاه رو قبول ندارم، شما حتی در دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه‌های خودشون دارید حرف‌هایی رو میشنوید، کارشناسانشون دقیقاً دارن حرف‌هایی رو میزنن که از دل جامعه و دل شماها بیان میشد. یعنی چی؟ یعنی شما عزیزان بارها و بارها این مطالب رو گفتید، ولی همیشه یادمه خیلی از عزیزان میگفتن پس چرا این ملت ساکتن؟ این همون ملتیست که ما دنبالش بودیم، قشر خاکستری، قشری که هنوز باور داشت میشود با آخوند تعامل کرد. اما امروز دوستان عزیز من، هنوز کار ما و حرکت ما تمامی نداره، هنوز ما باید بیشتر عمل کرده خودمون رو بالا. با عرض پوزش استدعا میکنم، اگر صدا بود من قطع میکنم، صدا منعکس شد. میخوام این مطالب رو برای شماها برای شما جوری توضیح بدم که حواستون به نقش مهمی که در پیش هست داشته باشید، یعنی نقشی که شما عزیزان از این به بعد باید بیشتر روی اون تمرکز کنید و روی اون حرکت‌های منسجم خودتون رو سنجیده و درست به حرکت در بیارید. ببینید، این تصور غلط رو از ذهنتون بیارید بیرون که فرض کنید چرا مثل پارسال مردم به خیابان نیومدن و اون حرکت‌های هیجانی رو به وجود نیاوردن و نخواهد اومد. نه، امکان نداره. جمهوری اسلامی رو ما انقلاب کردیم، جمهوری اسلامی تمام شده است عزیزان من. فقط عرصه رو باید تنگتر می کردیم که داره تنگتر میشه، تنگتر و تنگتر و تنگتر تا روز موعود. حالا این روز ممکنه فردا باشه، ممکنه توی جریان سالگرد مثلا کیان پیرفلک نازنین ما در ایزه باشه، ممکنه در شرایط بسیار ویژه‌ای در روزی خاص که اصلا شرایط آرمانی که جمهوری اسلامی هم باشه انجام بشه. یعنی همه شما عزیزان فاجعه ای به نام جمهوری اسلامی رو، همگان به این نتیجه رسیدن که این فاجعه باید پایان پیدا کنه و این فاجعه به دست من تو ایرانی باید پایان پیدا کنه. تعارف هرگز، گول زدن هرگز. امروز در گناوه و دیروز در قزوین شما تصاویری دیدید، مشاهده کردید که در خیابان مال باختگان و گول خوردگان مالی و شرکت‌های زیرربط آخوندی که پول رو از جیب مردم تامین می‌کنن به نحوی زانو زدن که ملت اومدن به اون ریش آنها، به فرهنگ آنها، به اندیشه آنها خندیدن. و اعتراضات بسیار هم عالیه، گفتم توأم با اعتصابات،
و متعاقبا اون عرصه تنگتر و تنگتر خواهد شد که جمهوری اسلامی دست به اون حرکت ایزایی خواهد زد و حکومت نظامی اعلام خواهد کرد. شک نکنید به حرف من، این رو من با جرأت اینجا میگم، بارها گفتم و باز هم میگم، این رو یادداشت کنید. ابتدا اعتصابات، اعتراضات، تنگتر و تنگتر عرصه رو بیشتر میکنه ملت، و متعاقبا جمهوری اسلامی در این فرایند چه از درون چه از خارج به یک تنگنایی میرسه که حکومت نظامی اعلام خواهد کرد. این حکومت نظامی یعنی پایان تمام حکومت جمهوری کثیف آخوندی. حالا شما عزیزان وظایفی دارید که این وظایف رو باید به هر شکل ممکن انجام بدید. وظایفتون چیه؟ آگاهی رساندن. وظایفتون چیه؟ ترویج فیلم ها و اعتصابات و اعتراضاتی که همه شماها در فضای مجازی، پیج من تنها نه، همه پیج ها دارن انجام میدن. این پایگاه ها رو باید قوی کرد. هر کسی که در فضای مجازی داره کوشش میکنه دستشو بفشارید. هر کسی که جز اعلی حضرت حرف بزنه بدونید دشمن ایرانه، چون ایرانی الان ما الگو و سمبول ما یک شخصیتی است که با بانوی گرامیش و به هر حال یادتون باشه ملکه ایران خواهد شد، ملکه قهاری که امروزه جا پای بزرگانی خواهد گذاشت به نام پرنس یاسمین یا همان والا حضرت یاسمین عزیز. دنیا رو منقلب خواهیم کرد، دنیا رو تغییر خواهیم داد. دنیایی که دارم بهتون میگم دنیای ایرانی است، یعنی هیچ ایرانی دیگه مستحق هیچ گونه ظلم و ستمی از طرف آخوند، نه طرف دنیا، انگلیس، چپ و راست و دیگران نباید باشه. ایرانی مستقل، ایرانی باهوش، ایرانی از تمام منابعش برخوردار، اگر با هم نشون بدیم که مرد عمل و زن عمل کرده کف خیابانی هستیم. این اتفاقی است که نه دست من، نه دست تو، نه دیگران، بلکه با هم دیگر میتونیم رقمش بزنیم. پوزش میخوام من. از یک جهت هم یادتون نره، از یک جهت هم یادتون نره و فراموش نکنید. خب طبیعتا شما دارید خفه میکنید آخوندی رو که تا چند وقت پیش از شما بهره میبرد، از شما عزیزان به هر شکل ممکن سود میبرد و میبره. ما قرار حکومتی رو از بین ببریم از نوع دینی پوپولیستی، از شخصیتی داریم طرفداری میکنیم که در از خلع آخوند یعنی قاجار دوم رو باید برای همگان با تدبیر و اندیشه و همکاری همدیگر و کارشناسان بزرگ این خلع رو پر کنه. ما داریم قیام و مملکتی رو، انقلابش رو داریم به ثمر میرسونیم که دائم حرکت های ما نشان دهنده شور و اشتیاق ملی است، نه دینی. خوب توجه کنید، یک زمانی بود آخوند افتخار بر این داشت که میتواند پوزش میخوام عزیزان نازنینم، من هنوز از این داستان رها نشدم، پوزش میخوام عزیزان. ما در حالی داریم انقلاب میکنیم که برعکس سال 57 که دین پروری و اندیشه دینی و اتفاقا از نوع تحجر آخوندی اثناحشری بر ملیگرایی غلبه کرد. متاسفانه اون روزگاران یک نفر یا معدود کسانی بودند که فریادشان حق خواهانه برای ایران بود، که فریادشان برای همراهی، برای وطن ساختن همراه هم بودن و ایران رو میخواستن بسازن، از جمله شاهنشاه آریامهر، از جمله زنده‌یاد مثلا هویدای نازنین و بسیار از تیمساران و بزرگ مردان و بزرگ زنان اهورایی سرزمینمون. اما اون روزگاران دین اینقدر قوی بود، اینقدر جای اعتبار داشت، ملا رو می آوردن بهترین غذای خودشون رو می دادن دست آخوند که هم بخوره هم تقسیمش کنه ما بقیشو برای ملت.
ما رو بهش دادیم. ملت ما، پدران ما، مادران ما رو بهشون دادن. اگر رو بهشون نمیدادن اینگونه نبود. وگرنه کدام کشوری شما سراغ دارید که ملی گرایی رو ول کنه بچسبه به ایدئولوژی و دین پروری؟ شما اگر پیدا کردید دومیش هم به من اعلام کنید، من حتما برای تحقیقات تجربیاتم و داستان معلوماتم باید از اون استفاده کنم. نیست، باور کنید نیست. مملکتی که رو به ترقی، رو به پیشرفت، رو به اون شرایط هارمونیک داشت، بی‌محابا یک دفعه رو به سقوط که نیاورد هیچی تنها، رو به قهقرا که نیاورد به هیچ وجه به تنهایی، ما خودمونم کمکش کردیم که برگردیم به 200 سال پیش. این عقب گرد تاریخی در تاریخ ننگین 57 ماند. این سرزنش تاریخی و این وقفه تاریخی که به نام آخوند در تاریخ ما بی نظیر جا موند و بعدها بر ما خواهند نوشت که گفتم انسانهایی بودند که در زمان خودشون با تمام مذلتهایی که کشیدند، از پدرانشون کشیدند، از انتخاب پدرانشون کشیدند، آمدن و کنار هم از فضای مجازی استفاده بردن، از عذرخواهی کردن از خاندان با عزت پهلوی و از اعلیحضرت رضا شاه دوم و دوباره سرزمین خودشون رو آزاد و بعد متعاقبا آباد کردن. این جزی از تاریخ لاینفک ما خواهد بود. استدعایی که دارم از همه عزیزان، تعارفات رو بذارید کنار، فردا و پس فردا و روزهای آینده روزهای بسیار حساسی برای ما و آخوندهاست. آخوندها دارن نگهبانی میدن خیابانها رو، میپان آخوندها دارن تمام نیروها و هم‌مقامشون رو گذاشتن در مقابل اینکه فعالان سیاسی و مدنی رو کنترل کنن. آخوندها تمام انرژیشون حتی از نیروهای نیابتی خودشون در کشورهای مختلف رو جمع کردن، آوردن که بتوانن، شاید شاید بتوانن شما رو سرکوب کنن، شما رو نگهداری کنن، ولی نمیدونن که ما به روز واقعه خفشون میکنیم و این مسئله رو با اونها حل خواهیم کرد. این وقفه تاریخی رو خودمون درست خواهیم کرد. این وقفه تاریخی رو قسم یاد کردیم با اعلیحضرت رضا شاه دوم ترمیم کنیم، درست کنیم. ما ملت کبیریم، ایرانمون رو پس میگیریم. من میرم سراغ عزیزان و نازنینانی که در لایف قرار دارن. خواهش میکنم فقط کوتاه صحبت کنید که نتیجتاً به عزیزان دیگر هم نوبت برسه. فقط خواهشی که دیگر هم ازتون دارم، ما در یوتیوب این فیلم ها رو پخش میکنیم. یوتیوب ما خاموش بوده 3 ماه تمام، 100 روز خاموش بوده و باید دوباره راش بندازیم و پرقدرت لایف ها رو اونجا ببینید که بتونیم عزیزان نازنین همدیگر رو در شبهای آتی و آینده همراه‌تر و همگام‌تر به مرحله آگاهی‌های بیشتر هم خودمون هم شما برسید. عزیزی رو اردیم بارا درود بر شما. ادب بر شما بزرگوار. خوبی؟ مرسی عزیزم. جاوید شاد بفرمایید. واقعا جاوید شاد، ما یه امانتی داریم، ما باید بریم هممون با هم قاهره. بله. حالا روزی که باید بریم فقط شما مشخص کنیم. بله. من امروز به شوهرم میگفتم، گفتم ما باید بریم قاهره روز این امانت رو برگردونیم به ایران، چون خود رضا شاه دوم فرمودن گفتن اول پدرم باید برن بعد خودم. دقیقاً اون امانت اوله و خود شاهزادهم امانت دوم هستن. دقیقاً. بانوی مهربان، امروز شما تصاویری رو از گناوه پخش کردن و دیروز هم تصاویری از قزوین و اعتراضات و اعتصابات مردمی در نماز جمعه. بله. نمایش جمعه آخوندی. آیا موافق هستید که در درون ملایان و حامیانشون هم اختلاف نظرهای افتاده و باید طبیعتاً مرمت اونها؟ جناب باید اینا هم دیگر رو بخورن. بله. واقعا همین. بله. بله. چون همه میدونستن که اینا میافتن به جون هم. دقیقا. امید یزدان بزرگمون میافتن، خودشون خودشون رو از بین خواهند برد. دقیقا.
دقیقاً. من سپاسگزارم از شما. تمام این بسیجی ها و سپاهی ها ریختن تو خیابون، بچهای مردم رو دارن میزنن بابا. همه اینها باید نگهبانی ما رو بدن، بذارید خسته بشن، بذارید هر چه در توان دارن رو بکنن، بذارید هر کسی هیچی ندارن. آفرین. نابزرابی هیچی ندارن. توانشون رو بذارید بذارن. وقتی شما توان دشمن رو محک زدید، بله، از او گذشتن براتون آسان تر خواهد بود با توجه به اون انقلابای پیشین خودمون. بله. درود بر شما، سپاسگزارم جناب سهراب خان. مرسی شما عزیز. جاتون خیلی خالی مرسی. بود خیلی خوشحال شدم که شما برگشتید. امیدوارم 120 سال پا بر جا باشید در کنار خانواده محترم. مرسی عزیزم. عزیزاتون قربونتون. من بدرود میگم، جارو میدم داد کسای دیگه. بهتون افتخار میکنم. سپاسگزارم جاوید شاه. مرسی عزیزم. مرسی. آفرین به این عزیزان نازنین. دوستان عزیز بذارید، ما بیشتر عزیزان میبینم برام درخواست دادید. خواهش میکنم کسایی که درخواست میزنید اگر وصل نشد، چون اینترنت ایران قبولن یا نمیخوایم قبول نکنیم ضعیفه، برای آخوندها این بلای جانه، از جان بلای بیشتر از این نیست که اینترنت میتونه پاسخ اونها رو بده. و این آگاهی رسانی و این شب نشینی ها و این انسجام ها در این پایگاه ها بسیار لازمه. تصویر رو ببندید عزیزم، تصویر رو ببندید. بفرمایید جاوید شو. درود بر شما، اگر صدای من رو داری بفرم. صدای من رو داری عزیزم؟ دوست عزیز صدای من رو داری؟ من که صدایشون رو ندارم متاسفانه، فداد بشن. شما حتما آقای نازنینی که آوردمتون بالا، یه خواهشی که ازتون دارم دوباره درخواست بزنید، ولی جاتون یکم تغییر بدید یا مکانتون رو یکم تغییر بدید که به یه نتیجه برسید که اگر فضای مجازی اجازه بده حرفتون رو بشنوید. درود بر شما عزیز نازنین، بفرمید اگر صدای من رو داریم. تصویر نشون ندید بفرمایید. بچه‌های عزیز می‌بینید که کماکان این دوستان نازنین تصویر ندارن. عزیز صدای من رو داری؟ خب ببینید که بفرمایید. دوست عزیزم بفرمایید. صدای من رو داری بفرمایید. خب تماما عزیزان نازنین میبینید که این دوست عزیزمون وصل نشد. این آقایی که یکم هم معترض بود، آقای داوود عزیز، برای درخواست دادم، امیدوارم وصل بشی و در خدمتت باشیم. استدعا میکنم بچهای عزیز، اینترنت ضعیفه ولی یکم صبور باشید. دوست عزیز بفرمایید. جاوید شو مهربان صدا. درود بر شما. مرسی عزیزم بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما و همه پادشاهی خانه در لایو. مرسی عزیزم بفرمایید. صدام میاد؟ بله عزیزم بفرمایید، ادامه بدید. آره من فقط خمو یکی از مبارزین، حالا خودم میگم از ایزه هستم. ما ایزه ها خیلی همه میدونن که خیلی تاوان داریم با داخل بولن قیام. بله. ولی با تصرف یه شهر کوچک مثل ایزه یا 10 تا یا 20 تا شهر کوچک، بولن به او آزادی به او هدفمون نمیرسیم. مهم تهرانه که نیاز به یه سازماندهی داره. بله. یه همه لایو میذاره نمیدونم این تهران که میخوان به قولن به او اتحاد به او همبستگی برسن. ما همه چشم و امیدمون به تهرانه. نمیشه که ما از ایزه بلند بشیم بریم 10 روز 20 روز آواره بشیم، فوقش 10 نفر همراه ما بیا داخل بخلن تهران. بله. بخوایم حرکتی بکنیم. بخوایم او سازماندهی، بحث سازماندهی چطوری باید شکل بگیره تو تهران. بله. همینه خواستم بگم. مرسی عزیزم. شما عزیز نازنین عزیز. سپاسگزارم. اگر صدای من رو داری یا ادامه میخوایی بریم بفرم. اگر نه درود بر شما. من مرسی. نه بفرمایید.
خواهش میکنم. درود چون بر شما جاوید شاه. مرسی جاوید شاه عزیز. ببینید خب حق دارید خیلی از عزیزان بیایید و به نوعی اظهار نظرات متفاوت شما باید شنیده بشه. ببینید دوستان عزیز، این که تهرانی ها نیومدن یا فلان، نه تهرانی ها انصافا این جریان مهسای عزیز به بعد بسیار بسیار فرایند آمدن به خیابان و اعتراضات خودشون رو نشون دادن. درود به بچه های ایزه که چند روز آینده ما در سالگرد فرزند ایران، رنگین کمان ایران، خدای رنگین کمان ایران شرکت خواهیم کرد و طبیعتا خیلی از شما نازنینان هم خواهید دید که ملت ایران در کنار هم، یک پارچگی هم، همراه هم به نام ایرانی شناخته میشه. نه اینکه ما بخوایم بگیم فرض کنید مثلا ببخشید بچه های عزیزی من نه فرض کنید شما نازنینان بخواید بگید مثلا ما میخوایم کشور ایران، خانم رها اگر میخواد صحبت کنید زدم براشون، فرض کنید بگید مثلا شما ملت ایران فلانجا اومده. عزیزم تصویر نشون ندید بفرمایید، اگر صدای من رو دارید بفرمایید. متاسفانه من صدای شما رو صداتون رو دارم، تصویر شما بود و نمیخواستم بیش از این باشید. عزیزان نازنین سعی کنید اگر میخواید بیاید بالا و صحبت بکنید تصویرتون رو ببندید که از لحاظ ایمنی فعلا یک مقداری باید کنترل داشته باشیم. یه آقایی به نام اچ زدم، امیدوارم وصل بشن. ببینید فداتون بشم، در رسیدن به آرمانهای براندازی هممون با هم یکی شدیم. همه که میگم خانواده های شهدا که الان هم یکیشون رو پین کردم، خانواده های اسرا، مفقودین و ایثارگران و خانواده هایی که خودتون دارید میبینید، همه ناراضی هن. همه برای رسیدن به آزادی تعارف ندارن. حالا در درون مملکت ما، ابتدای لایو هم براتون گذاشتم و صحبتش هم انجام دادم، در مملکت ما در درون نمایش جمعه یا نماز جمعه هم خبرهای براندازانه داره میاد، اعتراضات براندازانه داره مطرح میشه. بدون تعارف رک و پوست کرده. چرا؟ چون ملت گرسنه هستن، به این باور فکری و بلوغ فکری رسیدن که فقط این گرسنگی نه، تمام موجودیت و عوامل دست به دست هم داده که آخوند کشور ما رو غصب کنه. حالا اونا دیرتر متوجه شدن، شما نازنینان دیر جلوتر، عزیزان دیگر هستن خیلی پیشتر. بختیار همکاری‌های عزیز، همکاری ویژه برای براندازی رو اعلام کرده بودید و اعلام کردن. لر لرستان، کرد کردستان، سیستانی بلوچستانی، اصفهانی، کدوم شهر رو میخواید؟ آذری زبان‌های ما در درون کشور اعلام براندازی رو انجام داده بودن. اون قشر خاکستری که دنبالش بودیم و دنبالش بودید، اون قشر خاکستری هم امروز داره تنش‌های خودش رو و اعتراضات خودش رو مطرح میکنه در نمایش جمعه، در روزی که جمهوری اسلامی، گفتم براتون بهترین سلاح جمهوری اسلامی، خود خمینی ملعون هم همیشه میگفت گفت این نماز جمعه هاست. یعنی هر وقت اوضاع مملکت میخواست خراب بشه، از اونها، از اون پایگاه ها استفاده میکردن و مردم رو به هر شکلی که در اطراف خودشون بودن با ابزارهای عوام فریبانه گول میزدن که دیگران رو به هر حال سر جاشون بنشینن. اما امروز اونها هم متوجه شدن گوجه، خیار، مرغ، بنزین، همه اینا آقاد برای تحصیلات بچه های خودتون اول مهرها، کدومتون راحته؟ کدومتون پول داره برای بچهش
هزینه بکنه. مثل سال پیش نمیخوام عرض الان. نمیخواد مثل 40 سال پیش. نمیخواد به دوران باشکوه پهلوی برگرد. بر مثل سال پیش میتونی تأمین هزینه کنی؟ خیلی. سیگاری ها، معتادین، همه اینها میتونید مثل پارسال هزینه کنید؟ خیر. کرایه دادن ها و کرایه نشین ها میتونید؟ خیر. اونایی که بنگاه معاملاتی داشتن اونا میتونید؟ خیر. اونها هم نوبتشون رسیده، اونها هم به همان رقم و همان قیمتی که شما اقلام رو بهتون میقبولونن، اونها هم باور رسیدن که نیست. شما آخوند رو براتون پخش کردم، توان صحبت و پاسخگویی به مردم نداشتم. امروز توان پاسخگویی به طرفداران خودشون در امام جمعه و نماز جمعه و نمایش جمعه نداشتن بدن. آخونده مونده بود فقط میخندید. هاج و واج. بساط آخوند رو باید برچید. توی بسیجی، توی طرفدار نظام، توی قشر خاکستری باید، یعنی نیای با میای آخرش میای توی خیابان، محتاج پادشاهی خواهان خواهی بود، محتاج ملی گرایان خواهی بود. بدون تعارف رسم بر اینه، چیزی که حقیقت داره طرفدار داره، کلامی که حقیقت داره خریدار داره، چیزی که بدله و بدلیجات طرفدار نداره. دروغ طرفدار نداره عزیزان من. بیلو آخوند داره تجربه میکنه. شما نازنینان هم در طول تاریختون به این مطلب رسیدید. بحث به درازا نکشه که من واقعا بهتون بگم این بیماری لعنتی ما ولکن ما نیست. تا نفس دارم پای این فضاها و فضای ملی و پیجهای ملی حرف دل شما رو خواهم زد، شک نکنید. اما در درون کشور مسئله باید حل بشه و من جز اولین کسایی خواهم بود که در کنار شما در درون مملکت کف خیابان خواهم بود و اونجا لایف خواهم گذاشت. دوست عزیز بفرمایید جاوید، چون من در خدمتم. درود بر شما سهراب جان، زنده و جاوید باد سلسله پنجره. امیدوارم خوب و خرم باشه سهراب عزیز. من واقعا لذت میبرم از تحلیلایی که میکنی، واقعا میگه که جانا سخن از زبان ما میگویی. سهراب جان من میخواستم بگم ما باید یه چیزی رو در نظر داشته باشیم. این فرمایشی است که در جان کلام صحبتهای شما همیشه هست. شما فرمایش میکنید ما هم شاه داریم، هم شهبانو داریم، هم شاه دخت داریم، ولی یه چیزی رو سهراب جان من نظرم اینه که ما نباید اینو به یاد داشته باشیم که نباید عادت کنیم به خاندان ایرانساز پهلوی. یعنی خیالمون راحت باشه که این خاندان عزیز هستن. این عادت کردن یعنی ما رو به تکرار میندازه. حالا از دیدگاه خودم دارم میگم سهراب جان، اگر اشتباه میگم منو تصحیح کن. من میگم ما مردم عزیز نباید عادت کنیم. این عادت کردن که خاندان پهلوی هستن یه مقدار به نظر من ما رو عقب میندازه. حالا امیدوارم که از این بود حالا نظر من درست نباشه. یه مورد این که سهراب جان من در مورد تیم انس که اومد ایران، اینا خب دیدین که حالا همگان دیدن، خود عزیزت هم توی پستات مکررن گذاشتی. وقتی اینا میان اینترنت بدون محدودیت میدن به تیم النصر و حالا بازیکنانش، یعنی میخوام بگن به یه نوعی که آقا شما مردم ایران شعور استفاده رو ندارین دیگه، یعنی این شکلیه. یعنی میخوام بگم مستقیما دارن سهراب جان توهین دیگه از این بالاتر که آقای ایرانی تو ایرانی شعور نداری، اینترنت رو من به تو بدون محدودیت به خارجی و به غیر میدم ولی برای تو رو صلاح نمیدونم استفاده بکنی. بله. من واقعا حالا سهراب جان حالا تو دل جامعه هستیم دیگه، حالا دوستان دیگه هم هستن، واقعا خیلی اصلا همه چی اصلا هیچی سر جای خودش نیست. لحاظ قیمتی، لحاظ ارزاقی که برای خونه اون پدر یا اون مادری که سرپرست خانواده داره تعیین میکنه. دیشب هم یه اون بنده خدا اون
شیرزن از سیستان با داشت صحبت میکرد، واقعا به اندازه یک دکترا داشت صحبت میکرد. یعنی میخوام بهت بگم چیزایی که از اون، یعنی داره میگه واقعیت پوست جامعه سهراب جان. حالا من به قول معروف گفتنی نباید ما، سهراب جان اینو من به دوستان هموطنان عزیزم بگم، سهراب جان شما خودت گفتی ما هر چیزی که بریم ماشین ثبت نام کنیم، یعنی امید داریم که اینا فردا یک روز دیگه بیشتر خواهند بود. بریم مثلا هر کاری بکنیم، سکه، نمیدونم ماشین، هیچ چیز نباید، این تحریم، این اعتصابات از همین نقطه ها باید شروع بشه. ما باید اینا ماشین که ثبت نام میکنن، ما نباید بریم تو صف ثبت نام، باید بیاید بکشیم عقب. این آخرین نکته هم بگم سهراب جان، اون به قول معروف حلقه های طلایی، به قول اصطلاح قشنگی داری میگی برای اون عزیزانی که میان مسخره میکنن، لودگی میکنن، جنگ پارتیزانی زیر پوست این انقلاب ادامه داره. الان ما خودمون داریم میبینیم، شما پستایی که داریم میذاریم که چگونه این حرامیان رو دونه دونه این پارتیزانای عزیز ما دارن خونساشون میکنن. من همین نکته آخرم، من دیگه مزاحمت نمیشه که دوستان دیگه هم بیان بالا. جاوید شاه پاینده ایران آریایی، دوست دارم سراب جان، با امید دیدار، خدا نگهدار. جاوید ببینید دوستان عزیز، در تحلیل ها شما همه رو مثل مثلا اعلیحضرت رضا شاه دوم نبینید، یا در وصف یک کارشناس نبینید، اینا عوام جامعه هستن که دارن توضیح میدن. منظور این دوست عزیز ما از این مطلب که ما به خاندان پهلوی زیاد فشار نیاریم، منظورش این بود که همه بار رو روی این شانه اعلیحضرت نذاریم، خودمونم باید حرکت کنیم. اینقدر ما تمام وجودمون رو برای یک کار مهم باید ارائه بدیم، اونم کف خیابانه. ما باید بیایم در شبها، ما باید پادشاهمون رو به ایران برگردونیم، ما باید پادشاه و پرنسس و شاه دخت و دیگر عزیزان رو با افتخار ازشون بخوایم که بر بیان در کنار ما باشن، در کنار ملت باشن. گویا که اینها و این خاندان ایران ساز همیشه طلایی و تاجدار ما هیچ وقت کوتاهی نکردند و همیشه در بد به تاریخ ما و در قلب تاریخ ما خواهند درخشید. و یادتون دادم و این مسئله را بارها گفتم، ببینید فداتون بشم، در تحلیل و در انجامه کاری که میخوایم انجام بدیم و درش وجود داریم شوخی نداریم. کار ما براندازیه، کار ما پایان و عبور از آخونده، کار ما علاوه بر آخوند عبور از مجاهد، عبور از چپگرایان ضد ملی. این دوست عزیزمون هم حالا مطلب رو میگفت، منظورش این بود که بتونیم باری رو که نمیتونیم حملش کنیم بذاریم میشه روی شونه خودمون سبکش کنیم، همشو نندازیم روی گوشانه اعلیحضرت. اینم از خود گفته های اعلیحضرت هم هست که میگه همه چیز رو باید همه با هم انجام بدیم، این جای تردید نیست، همه با هم، همه بریم. بانوی عزیز، دختر نازنینم شیدا رو ببینم، اگر وصل بشه تصویر نشون ندید خواهش میکنم، تا روزی که به شما نازنینان در کف خیابان احتیاج با تصویر اون روز بهتون خواهم گفت. تصویر رو ببند دخترم جاوید شاه، بفرمایید من در خدمت شما هستم عزیزم. خیلی وقت ندیدم مرسی فداتشم. نمیخوام وقت برنامه‌تون رو بگیرم. روز پنجشنبه من رفتم سر مزار مادرم و متاسفانه با یه صحنه روبرو شدم که یعنی برای بنده قابل هضم نبود. نزدیک 700-800 نفر یگان ویژه ریخته بود تو قبرستان. من رفتم برای مادرم گل بخرم، جلوی ماشینم رو گرفتن، گفتن اینجا پارک نکن، و من پارک کردم، پیاده شدم، گلم رو گرفتم، بهشون برگشتم گفتم برای خریدن گل برای مزار مادرم باید از شما اجازه بگیرم. حتی روسریم هم افتاد، خواهرم گفت بکن سرت میبرنت، گفتم ببرن، میخوان چه کارم کنن. زمانی که رفتم بالا، یکی از جاوید ناما بغل دست مزار مادر من خاکه، آقای اسکندری بشه. حالا عکس میگیرم براتون میفرستم. من مرسی عزیزم. و دقیقاً خانواده‌شون نبودن و تمام مأمور مخفی و از این لباس شخصی‌ها روی قبر این بنده خدا بود.
جاوید نامم هست کشته شده سال 1401 کشته شده. شون درود به روان پاکشون و روحشون شاد. دقیقاً من فقط میخوام یه چیزی بگم. مردم دیگه بحثه برادر دقیقاً الان وقتشه مردم ببینید زمانی که اونجا میان جمع میشن مثل لاشخور میان اونجا جمع میشن که خودشون لاشه خودشونو بخورن وقتشه که اونجا بگیرن خفتشون کنن. بله. مردم دارن میبینن 700-800 نفر ریختن اونجا 1,000,000 نفر جمع شده دورشون کنه میتونن اینا رو سر جاشون بنشونن. چرا میترسن؟ بله. از چی میترسن؟ از فقر میخوان بترسن، از بیپولی میخوان بترسن، از اجاره خونه بالا میخوان بترسن، از هزینه های هنگفت مدارس میخوان بترسن برای بچه هاشون. بابا بیدار شید دیگه. خود من خواهرم گفت میبرنت صحبت نکن، نه اصلا هیچی نگو، زود پاشو بریم. گفتم نه بشین، برای چی میخوای بریم؟ بعد خانومایی که اونجا داشتن شربت پخش میکردن از خودشون بودن، با سینی شربت اومدن جلوی من، من گفتم از شما به ما رسیده، نمیخورم، این حرومه. این حرومه. شرفه. درود به شرفه. درود به شرفه. ممنون که مرسی عزیزم. مرسی دخترم. آمادگی خودتون رو داشته باشید به وقتش. ما آمادگی داریم. به خدا ما آمادگی داریم. دوستای من آمادگی دارن. من الان شهرستان اومدم یه جای دیگه. امیدوارم پیروز بشیم. امیدوارم شاهزاده بیاد به وطن. اصلا شک مامان به این موضوع نکنید. فدات بشم. مرسی. مرسی دخترم. مرسی. سپاسگزارم و جاوید شد. در حرکت ملی کافیس ایمان داشته باشی. در حرکت راستگویانه کافیس ایمان داشته باشید. کافیس شما عزیزان به چیزی که باور کردید براش بجنگید. وقتی شما رهنورد عزیز، کرمی عزیز، یا در سال 98 پژمان قلی‌پور کتابدار و بسیاری از عزیزان انجم عزیز و دیگران جان خودشون رو فدا کردن در دوره‌های گذشته تر، ستار بهشتی، ندا آقا سلطان، نیکای عزیز در دوره جدید، یا مهسای عزیز، یا حدیث عزیز، یا بسیاری از آقای شهیدی عزیز و دیگران، این نشان قدرت ایرانی به ایمانی که در درون خودش برای ملیگرایی، برای براندازی و عبور از آخوند بود نشون داده شد. حالا آخوند هر چه تلاش میخواد بکنه بکنه، عیبی نیست. او هم برای ماندن و بر ما حکومت کردن تلاش میکنه. پویا بختیاری عزیز، بله، باور کنید بچه های عزیز، ساعتی رو من به شماها قول میدم. من دوست دارم این تیکا رو بردارید. قول دادن های من جزء لاینفک براندازی است. ساعتی رو به شماها قول میدم که در ایران اهورایی ما به زودی زود موقعی رو تماشا خواهید کرد که همگان پهلوی پرست خواهند شد. شک نکنید به این حرف من. همگان میشن خاندان پهلوی. جاوید شاه، جاوید شاه. دوست، دشمن، اونایی که فکرشو نمی کردید، این لوله کشی های خرافاتی آخوندی رو بذارید کنار. در تفسیر آخوندی دیگه عوام و خواص و عام و خاص همه دیگه کارشناس شدید. درود عزیزم جاوید شاه، بفرمایید صدات کنم. اگر کم عزیزم تصویر رو اگر ببندید صداتون رو باز کنید من سپاسگزارم. بفرمایید. صدای من رو دارید؟ بفرمایید. من متاسفانه این دوست عزیزمون آقای مرتضی عزیز صدای شما نمیاد. فداتون بشم. ما زمان زیادی هم قربونتون نداریم که بیش از این و بیش از اینها وقت رو بذارم برای این مراتب. امیدوارم آها یه چیزی یادم نره، کسایی که از اینترنت درون کشور ناله میکنید بدانید باید اون تصویر رو ببند عزیز من، اون تصویر رو برعکس کن عزیز من. بفرمایید. بله بفرمایید جاوید شو. بفرمایید دوست عزیز، بفرمایید.
خب طبیعتا این عزیزان وصل نمیشن، من پوزش میخوام. بذارید بسیاری از این عزیزان رو میبینم، بذارید این دوست عزیزم رو بزنم. یادتون باشه برای اون اینترنتی هم که شما حالا ما کشوری خواهیم بود که اینترنت به فرمان اعلی حضرت به طور عامیانه و همگانی رایگان خواهد بود. یادتون باشه به این حرف من، در ایران به طور رایگان خواهد بود. تنها کشوری خواهیم بود که بهترین و با کیفیت ترین، نه فقط اینترنت. ببینید چی کارمون کردن، خواسته هامون فقط اینترنتی شده، خواسته هامون پراید شده، خواسته هامون نون شده، خواسته هامون یه زندگی حد اقلی شده. چرا؟ مگه ما چی کم داریم؟ مگه ما چه کم داریم در این سرزمین تاجران پر از نعمت و پر از شرایطی که تمام کشورها ازش بهره میبرن به جز ملت ایران؟ چی رو ما کم داریم؟ به چه چیزی از این آخوند ما باید هنوز پایبند بشیم؟ بچه های از وس نمیشید، قربونتون برم، من خیلی آرام دارم درخواست میزنم. هیچ چیزی از شماها و برای شما کم نمیشه مگر خودتون بخواید. شما رو راضی کردن به حد اقلها، شما رو راضی کردن به زندگی ساده علیگانه، اما خودشون اون کار دیگر میکنن پشت پرده. این قسمتی از حرکتی است که باید همگان انجامش بدیم، قسمتی از حرکتی است که باید حول اون حرکت کنیم، پر قدرت تر باشیم. اعتصابات رو ارج نهید، قدرت خودتون رو بیشتر کنید، نگذارید آخوند بر شماها، ببخشید من، نگذارید آخوند بر شماها غلبه کنه. من پوزش میخوام با این فضایی که به وجود اومده. من فکر نمی کنم بتونم ادامه لایو رو داشته باشم، ولی سعی میکنم بسیاری از عزیزان وصل بشید. خب نه از باب این که شما وصل نمیشید، نه، من توان این رو دارم، 4 ساعت هم لایو برای شما بودم. تصویر نشون بده. سلام شراب، شبت بخیر. مرسی عزیزم. صدات نمیاد. فدات، صدای من الان هست؟ خوبی بازگوار. بفرمی. سلامتی. مرسی عزیزم، بفرمی. قربان شما. صدای من میاد؟ آره عزیزم، آره، بفرمی. عمو سراب، خیلی خوشحالم از برگشتنت. این 2-3 ماه بعد از گرفتاری تو من پیج اینستامو به کل صاف کردم، اگه دیده باشی. قربونت برم عزیزم. من عاشقتم و دوست دارم. من چاکرتم. سراب، من فقط به خاطر این اومدم بالا، اونم با تصویر واضح. خواستم به یه سریا بفهمونم که فقط صحبتشون شده این. عمو سراب خارجه، اگه تو ایران بود دور از شما جرأتشو نداشت حرف بزنه. فلانی خارج از کشور ارزشو نداره. بله. تویی که تو ایرانی ارزتو نشون بده، کاری به کار کسی نداشته باش. آفره. من نوعی، اسمم رو پیجم هست حسین میرزایی، فرزند نعمت الله. به خدا قسم تا اسم شماره شناسنامه من میگم، چون میخوام جونمو بدم، جونمو بدم به خاطر یه سری چیزایی که دیدید ارزششو داره. وقتی من نوعی نترس با تصویر واضح بیام با 4 تا مثل شما آدم حسابیا تو لایف حرف بزنم، زبان یه سری از این آتشقالا بلا نسبت تو لایف هم هستیم، لال میشه که از این صحبت ها بخواد بکنه. آی عمو سهراب بیرون اگه اینجا بود نمیتونست حرف بزنه. آی خارجی ها انتظار دارن شاهزاده با یه اسبی بیاد تو تهران دور بزنه بگه مردم دنبال من را بیاین تا اعتراض کنی، ولی نه، منی که امشب اومدم تو این لایف همین الان برای 10 دقیقه دیگه انتظارشو دارم
گشت اطلاعات بریزه در خونم. به خدا قسم قبل از این که منو سوار ماشینشون کنن، چهار تاشون رو مثل سگ بلا نسبت میکشم و بعد میرم. چون چی؟ زندگی ما نداریم که بخوایم براش تو ایران دل خوش کنیم یا بخوایم مثلا اصلاح بگیم اینو از دست میدیم اونو از دست میدیم. ما هر چی داشتیم و نداشتیم بعد از خدا رحمت شاه از بین رفته دیگه. امروز چهار تا امثال من اگر ارزشو داشته باشن تعریف نباشه. واقعا مردانه مردانه بیان کف خیابانو به جنگن، به خدا اینا باید 48 ساعته جمعی شدن. 48 ساعته. من به دوست مهربان عزیزم بارها اینو گفتم و الانم میگم قبل از اینکه بانوی عزیز صحبت کنن، درود به شما هم عزیز. یادتون باشه وقتی عبور از آخوند رو در خیابانها تجربه کردید و اون تصاویر رو مشاهده کردید، قول شرف بهتون میدم همه عزیزان و تمام ایرانیان انگوش به دهان خواهند بود و خواهند گفت این بود آخوندی که بر ما حکومت میکرد، این بود همون حکومتی که ازش میهراسیدیم، این بود اون سپاهی و نمیدونم اعضای تیم ملیشون که بر ما حکومت میکردن و ما برای اونها برحال تره خورد میکردیم. این تمام میشه، این واقعه به زودی تمام خواهد شد و خواهید دید این درخت پوسیده به چه راحتی از ریشه درش خواهیم آورد. من بهت افتخار میکنم، بیش از این روی لایو نذارمت، بهت هم افتخار میکنم. من کوچیکت مرسی فدات بشم. اما سراب منو شرمنده نکن، تو برگشتی انگار برام شاهزاده برگشتی ایران. کوچیکتم، شبت بخیر. بهت افتخار میکنم، شبت نیچ. بدرود عزیزم و جاوید. مرسی عزیز. دختر عزیزم جاوید شاه بفرمایید، من در خدمت شما هستم. درود بر شما دوستان عزیز، جاوید شاه و پاینده ایران. منم خیلی از برگشت شما خوشحال هستم. البته منم یه پیام خیلی مهم دارم برای ایرانیانی که الان مقیم خارج هستن، به خصوص تو آلمان. یک هنرمندی این ماه یه ماه دیگه میاد در تور به اسم امیر تتلو و من خواهش میکنم تیکت از اون نخرید، بلکه ایشون به خانم ژینا امینی اهانت خیلی خیلی شدیدی کرده و اتفاقا طرفدار جمهوری اسلامی هستش و فقط نفوذیه. وقتی که من این سند رو من در آوردن خیلی برای من مهم بوده، چون که بینندگان لایف شما خیلی زیاده، من اینو بگم و افشا کنم، برای که اینو هم به عنوان وظیفه ملی اینو میدونم. درود به شما. درود به شما. بله بله. خلاصه الان یه سال گذشته و منم در سالگرد ژینا امینی ام. بذارید من سیگارم رو خاموش کنم. در سالگرد ژینا امینی ام منم در برلین حضور داشتم. تجمعاتی که شاهزاده پهلوی ام که اعلام کرده، متاسفانه مثل پارسال دوباره همه پخش و پلا شدن و من تمنا میکنم از همیهنان عزیز اتحاد رو از دست ندهید. اتحاد از دست ندید، واقعا این خیلی ضرورت داره الان، این خیلی مهمه که ما این اتحاد رو از دست ندیم و همیشه با همدیگه باشیم، اصلا کاری داشته نباشیم کی چه تفکری داره، بلکه اگر ما تیکه تیکه بشیم یکی نشیم، این آخوندا به ریش ما میخندن به اصطلاح. شما تصدیق نداریم؟ بله عزیزم داری، بفرمیم شما صحبت رو ادامه بدید. من تصویرتون سیاهه برای این که میبینم عزیزم. بعضی موقع اینترنت اینجوری میشه، ولی شما رو داریم، بچه ها هم شما داریم. داخل ایران این یا کجا؟ منم در کشور خارجی زندگی میکنم، عین شما هستم. ادامه بدید، تصویر معمولا اینجوری میشه. باشه من درک میکنم. البته اینم باید بگم، عرض کنم، ما باید واقعا واقعا باید الان مواظب باشیم کی دوستمونه، کی دشمنمونه و کی بیطرفه. اگر من هنوز که هنوز ایرانیانی میبینم که بیطرفن و هنوز هیچ کاری نکردن، من باید بگم اینا در آینده یک تابان خیلی سختی پس میدن. من که این خیانت به ملت خودشون. درسته که من آلمان زندگی میکنم، اروپا، هویت من آلمانه، درسته، ولی بعضی اوقات این دل من میگه بابا یک در ریشه من ایرانه. یه درخت بدون ریشه چجوری میتونه زنده بمونه؟ آفرین
آفرین. و این یه چیزی هستش، بذارید من گوشیمو وصل کنم به یه چیزی، به یه چرا میگه بس به یه چیزی که هولدینگ میکنه، یعنی نگرش میداره. و این برای من خیلی ضرورت داره و الان در این ساعت مقدس اگر من میبینم که یک آدم نفوذی میاد اینجا حضور میخواد داشته باشه، اسمش رو گذاشته هنرمند، فکر کنم الان خوب دیده میشم. بله. این خیلی بده برای من، این واقعا برای من خیلی بده و من میگم ایرانیان نباید بگن حالا بیا بذار بریم یه ذره برقصیم و بگیم. من نمیگم رقص اونا داشته نباشید، ولی من میگم از کی حمایت میکنید، اینو باید مواظب باشید که از کی حمایت میکنید و سرمایه کجا میذارید. ببینید من در تصحیح این دوست عزیزم و بانوی مهربان و تصدیق این مطلب باید بگم جمهوری اسلامی همیشه در عوام فریبی یک شگردای خاص داره، یعنی روانشناسی جامعه رو به درستی میشناسه و میدونه از کجا باید وارد بشه، به چه شکلی انجام بده. شما آقای همین شخصیتی به نام تتلو رو نام میبرید که خب متعاقبا فیلمهاش هم در اینترنت هست. ما ملتی نیستیم که فراموش کنیم، یادتون باشه ایشون با همین آقای جنایتکاری به نام رئیسی بسیار مصاحبه داشت و در ایران اگر فراموشتون نشه بسیاری از مراتب رو داشت، ولی چون میدونه که در این موقع برای تفکیک تفکر ایرانی از این حربه باید جمهوری اسلامی استفاده کنه، بهش مأموریت رو میده. مگر شما فکر کنید در ترکیه ایشون زندگی میکنه و در ترکیه هم خیلی محبوب هست، ایرانی ها میرن پیشش میان و جمهوری اسلامی هم خیلی بهش تسلط داره. پس فرایند اینی که بانوی عزیز میفرمایند، عزیزان خارجی نشین فکر میکنم خیلی هم آگاه هستن و خواهشی که ازتون دارم روی این موضوعات نقش خودتون رو نشون بدید. امروز مشکل ما کف خیابونه، این برحال کاسلیس ها و برحال مثل سوپاپ های اطمینان جمهوری اسلامی رو حواستون باشه، ما از هر صدی باید عبور کنیم، نه این شخصیت تنها، بسیاری از اشخاص دیگر هم خواهیم داشت که حتما باید ازشون عبور کنیم. بفرمایید عزیزم. درسته، بلکه این عادی سازی ها ما باید مواظب باشیم، اصلاح طلب ها رو باید مواظب باشیم. و من تو این سالگرد مهسای چیزی که من دیدم که متاسفانه فراخوان ها چند تا بود، این رو از امنستی انترنشنال بود، این رو از اکو ایران بود، من فقط گفتم چجوری میشه که دوباره مثل پارسال اون برلین که 120 هزار نفر اونجا بودن همه هم دیگر رو تحمل کردن دوباره این پیش نیومده. و هنوز که هنوزه خیلی ها مثلا الان سعی میکنن به شاهزاده توهین کنن و یا کسانی که طرفدارش هستن توهین بکنن و میگن شما بت پرستی میکنین. عزیزان ما بت پرستی هم نمیکنیم. من خودم که یه پادشاه ها و یه ملیگر هستم، چه در هویت آلمانیم چه در هویت ایرانیم، فقط من اینو میگم، من حاضرم دست هر کسی رو بفشورم که اون علیه دشمن مشترک ما باشه، برای اینکه بالاخره ما هممون باید بدونیم ما اینجا که در مقیم خارج هستیم فقط میتونیم صدای مردم باشیم و وظیفه داریم. و یه چیز دیگه هم هستش که اینو باید واقعا مطرح کنم، ما باید تا میتونیم با غیر ایرانیان هم صحبت کنیم در هر زبونی که بلدیم و نظام های کشورهایی که ما توش زندگی میکنیم اینا رو زیر تحت فشار بذاریم، بهشون بفهمونیم که ما از کثیف کارانشون ما خبر داریم، مثل اتحادیه اروپا که آقای جوزف بورل که این کارا رو میکنه و هنوز که هنوزه به خاطر اون حامر اسماعیلیون سپاه پاسداران تو لیست تروریست اروپا نذاشته، ما بعد این هنوز بعد افشاگری کنیم و بگیم نه ما نمیذاریم که شما ما رو فریب بدی، این دفعه فرق داره، 44 سال شما از ما سود بردید، شاه و فقط سرنگون کردید که نفت و گازمون رو و تمام عظمتمون رو مفت و مجانی از کشور ببرید، ولی این دفعه ما نمیذاریم. من فقط به مردم ایران میگم این خواهش رو دارم، نذارید شما سرنگون بشید. و وقتی که من تصویرای به دستم میرسه که وقتی سه تا کفتار جوجه بسیجی و اینا میرن به دختر پسرا حمله میکنن، همه رد میشن
از ترسشون یا نهایتا گوشیشون رو میگیرن فیلم میگیرن، میگن ببینم باید حتما به مادرت برسه این جنایت، به پدرت برسه، به داداشت، به خواهرت برسه که تو پاشیه کاری بکنی. نمیگم جونتو در خطر بنداز، نمیگم به اصطلاح خیلی ببخشید آقای سهراب لنگش کن، ولی میگم اگر تو کار خودت نمیتونی کاری بکنی لاقل فریاد بزن کمک. یه مهسا امینی دیگه داره برده میشه تو این گشت ارشاد، یکی دیگه جمع کنید همدیگه رو دور خودتون، 10 نفره برید به اون 3 نفره برید به جونشون بپرید. من به تو قول شرف میدم که این جواب مثبت میده. 10 نفره 20 نفره حمله کنید، برای اینکه خود این نیروها ترسوتر از همه هستن و خیلی از ویدیوها و پیشنهادات تو اینستاگرام داره میچرخه که مردم آموزش ببینن که چجوری با این ضد ایرانیان و ایران ستیزا رفتار کنن. دقیقا. مگه اینطور نیست؟ بله. بانوی عزیز یه 2 تا سوال میکنم، امیدوارم عزیزان نازنین از زبان یک بانوی ایرانی در آلمان که بزرگم شده در آلمان متولد حتما شده. بله. حتما عزیزان بشنوید چقدر به مردم ایران که در کف خیابان بودن چه در دورهای گذشته تا به امروز، اونایی که دیدی خودت دیدی چقدر عاشقانه بهشون رسیدی که این ملت لیاقت این آخوند رو نداره و این آخوند بر ما مستولی شده، و چقدر برای اونها پیامی داری که در آینده نزدیک چه جایگاهی خواهند داشت؟ یعنی منظورم اون دیدگاهی که شما در اونجا دیدید برای هم سنای خودت، هم به هر حال قطاران خودت، هم میهنان خودت، چه پیام زیبایی داری؟ آیا واقعا این استحقاق ایرانی هاست؟ این بانوهای زیبایی که در خیابان ها میبینید شجاعانه کف خیابان حضور پیدا میکنن، از هر مردی مردتر بانوانی هستن که شما نازنینان دارید در تصاویر دیگه خودتون مشاهده میکنید، بانوان یک شخصیتی که نام بردم چه احساسی دارید وقتی این تصاویر رو میبینید؟ چه احساسی بیشتر به شما دست میده؟ بفرمایید. وقتی که من اینا رو میبینم که دختر و پسر، مرد و زن که همه خیلی ها مبارز هستن و چجوری جونشون رو تو کف دستشون میبینم، واقعا عاشقشون میشم و واقعا بعضی وقت اشکام میاد و میبینم وای اگر من اونجا میبودم از خودم میپرسم آیا این جرأت رو میداشتم. ولی پیام من شاید اونجا میبوداشتم و چیزی نداشتم که از دست بدم. آره، پیام من اینه که خیابونا رو ول نکنید، متحد باشید و لطفاً تمنا میکنم از ته دلم، شماها امید ما هستید. ما در خارج میتونیم صداتون باشیم و خواهیم بود و من قول میدم که من همه از اون سهم خودم که دارم که سیاستمدارا رو، یه آقای نوربرت روتگن از حزب CDU/CSU آلمان که تو مجلس سراسر آلمان هستش، صدای ما هستش و همیشه هر روز افشا میکنه به نظام آلمان، میگه کاری که شماها میکنید نه که فقط خیانته، بلکه شما نشون میدید که حقوق بشر رو رعایت نمیکنید. این از یه آلمانی میاد. من پیامم اینه، شماها خیابونا رو ول نکنید، بی حوصله نشید، انقلاب زمان میبره، واقعا شجاعت میخواد، واقعا تابان میخواد و به هیچ عنوان تفرقه رو قبول نکنید. قومیت پرستی رو، شهرستان پرستی رو، استان پرستی رو کنار بذارید، از نفاق بزنید کنار و خواهش میکنم متحد باشید و هیچ وقت به تجزیه طلبا و به کسانی که پان ایرانی، پان ترک و اینا هستن اصلا به اینا تریبون ندید. باید متحد باشید، برای اینکه هیچ چاره دیگه ندارید. بدونید از من که خارج زندگی میکنم، هیچ نظامی به غیر از شاید اسرائیل دلسوز شما نخواهد بود. شماها باید خودتون به حال خودتون برسید و انقدر غریب پرست نباشید. بزرگترین مشکل ما اینه در ایران که ما یه ملتی هستیم که هم مرده پرستیم هم غریب پرستیم. فکر بکنیم که مرغای همسایه‌مون قشنگتر و پرخاصیت‌ترن و این یه چیزی هستش که واقعا درست نیست. وقتی که ما یه هادی چوپان داریم، وقتی که ما یه علی دایی داریم که حتی تو افسه بیان آلمان بازی کرد، یه علی کریمی دارین، میدونم کریستیانو رونالدو
بازیکن جهانیه، ولی اینجوری دیگه آبرو بردید، ببخشید. و میدونم اون در هر کشوری اون حضور داره میلیونی جمع میشه، مثلا انگلستان بوده که 150,000 نفر دنبالش افتاده، درسته، ولی کسی که وریا غفوری، علی دایی و اینا داره که اینا اسطوره جهانی هستن، آرام نباید خودشو اینقدر سبک کنه. من از شما خیلی سپاسگزارم دختر نازنینم و به افتخار میکنم شبهای دیگه هم در خدمتون خواهیم بود اگر یاری بشه برای همه عزیزان. در یادتون باشه این گفتگوها، این صداها، این کلامها، این نقطه نظرها بسیار تأثیر داره. اینها پایگاه های شما هستن. شما میشه کشوری پایگاه نداشته باشه، ارتش داشته باشه، امکان نداره. باید ارتشی دراش پایگاهی درست بشه که بتونه مقابله کنه. الان هم این پایگاه ها رو برای فضای مجازی و فضای درون بسیار مناسبه، هرچند محدوده، ولی میدونم که بسیار میشونه تاثیرگذار باشه. نمونهش هم دیدید که اعلی حضرت رضا شاه دوم و چند بار به این تاکید کرد که در فضای مجازی، حتی لایو گذاشتن با آقای شاهین نجفی و دیگر عزیزان که پیام خودشون رو به شما نازنینان و همبستگی رو نشون بدن. بهتون افتخار میکنم دخترم، شبهای دیگه هم در خدمتتون خواهیم بود. و من گرفتم فقط یه جمله دیگه دارم که به پیامم باشه. شما لیاقت دارید که در آزادی، آسایش و در رفاه زندگی بکنید، ولی متاسفانه تو این 44 ساله خیلیاتون، من این حس رو دارم که دچار سندروم استکهلم شدید. لطفاً بدبختی من واقعا اینه آقای سهراب، بدبختی من اینه. لطفاً فکر نکنید که شما ضعیفید، فکر نکنید که شما جونی ندارید، چاره ندارید، اتفاقاً دارید. یادتون نره هیچ رژیم استبدادی، هیچ دیکتاتوری در این دنیا، حتی هم آدولف آلمان، موسولینی ایتالیا، ستالین شوروی، هیچ گونه از این دیکتاتورا پاینده نبوده. چنگیز خان مغول هم نبوده. دقیقاً. و این در دست شماست. بله. شماها باید به این دنیا نشون بدید اگر متحد باشید و اگر روز به روز بیشتر فعالیت کنید و همدیگر رو نجات بدید، هوای همدیگر رو داشته باشید، باورم کنید زیاد دیگه دور نیستش و بعد دنیا هم پشت شماست. شماها نباید اجازه بدید مثل 44 سال پیش یکی بیاد تو کشورتون دخالت کنه. این اجازه رو نباید بدید که شوروی بیاد دخالت کنه. این دفعه نباید اجازه بدید. شماها ملت کبیرید و اینا رو، ایران رو باید پس بگیرید. شماها این ملت هستید. مرسی. من فعلا برم پایین. خیلی سپاسگزارم. مرسی عزیزم. همیشه شما منو بذارین پایین. بله الان میبرم، ولی شما هم میتونید، من میذارم که شما اذیت نشید. مرسی عزیزم. مرسی خواهش میکنم. من اذیت نمیشم. بدرود. دیدید پیام این بانوی مهربان و نسل جوان، دیدید چی فرمودن؟ عین اصلاحات توی سطل زباله، اصولگرا اصلاح طلب توی سطل زباله، آخوند توی چاه جمع‌کران، جاش اونجاست. یه چیزی یادتون باشه، شما رو عادت داد آخوند، همونطوری که این بانوی محترم فرمود، اعلی حضرت میفرمودن شما ملت ایران لیاقتتون بالاتر از هر چیزی است. اینو بچه‌های عزیز پخش کنید بین ملت. شما رو یاد دادن به حد اقل ها پذیرفتن، ما به حد اکثر ها افاده نخواهیم کرد. اتحاد داشته باشید، با هم باشید. اعلی حضرت رضا شاه دوم میگفت برای حد اکثرها بجنگید، نه برای حد اقلها. برید برای پراید بجنگید، برید برای حد اکثر. یعنی انتظار ایرانی باید ویلا باشه، نه یه قوطی کبریت 40 متری که قلیل جایی نمیخوان کننش 20 متر به نام آپارتمان تحویل شما بدن. به من با هزار منت و تشکیلاتی به نام مثلا فرض بفرمایید اسمش چی بود اون مسکن مهر و از این دو آسانهایی که خودتون بهتر خبر دارید. مرگ یک بار، شیون یک بار، یا مرگ یا آزادی بدون تعارف. دوست عزیزی رو بردیم بالا، بفرمایید تصویر نشون ندید، من در خدمت شما. جاوید شاه. سلام جاوید شاه. سلام عمو سهراب، خوبی؟
داد بشم. بفرمایید. من از بچه‌های کردم، بچه‌های کرمان جانم. مرسی عزیزم، درود به بچه‌های کرد عزیزم. کرد ایرانم. بفرمایید. نه دیگه کرد فرق نداره قومیت ما رو کجاست، همه ما ایرانی هستیم. دقیقاً. عمو سراب خواستم به یکی از بچه‌ها، الان برام یه چیزی اومد، گفت برام یه چیزی فرستادن. چون فیلمایی که تو اعتراض قبلی گرفتن تو مشهد برای ایران اینترنشنال فرستادن، خب؟ بله. بعد اکانتشون هک شده تو این مدت. بله. گفت آها فیلمایی که بچه‌های مبارز می‌فرستن برای اینترنشنال من و تو، اینا مال خود رژیمه. اینترنشنال اصلا برای خود رژیم داره کار می‌کنه. بچه های مبارزه که تو ایرانه، نگاه کنین پیجای مثل اموسوراب ایران پرست ها خیلی زیادن، چرا برای پیجای مثل اینترنشنال میفرستین که همونا اکانت شما رو لو میدن؟ خیلی از بچه های مشهد الان گرفتار همینه. بعد داشتم نگاه کنین بچه ها فیلم های دهه 50 رو تو رو خدا ببرین، اصلا برین نگاه کنین تو ایران من قول میدم 50 تا آخوند رو بزنی ناقص کنی اینا جمع میکنن میدن همسو رو خدا شاده. بچه های بوجنو تو چند وقت یعنی امون این حوزه های علمیه رو بریدن. بچه متحد سی بابا اختلاف بگی، این بگه کردم این بگه ترکم، اینا 40 سال ما بین قومیت های ایران اختلاف انداختن. از اون شعارهایی که دهه 70 میدادن تا دهه 80 تا دهه 90. دقیقا اما شما بازم دمت گرم، منو بالا آوردی. فقط خواستم به افتخار میکنم سلامتی. فقط خواستم بگم بچه‌های عزیز تو رو خدا اختلاف تو بندازی کنار، نترسین متحد بیاین وسط، تو گروه های 3-4 نفر عمل کنیم میتونیم این رژیم رو، این رژیم اصلا پوک از داخل پوسیده، اصلا نیروهاش در اختیار خودش از فاطمیون و هشتاف شعبی و لبلا نیرو آوردن، بسیج و امثال اینا همه بریدن اومدن سمت مردم، همه ات کنیم اینا رو نابود کنیم. بیشه ممنونم کورا، سپاس گذارم. جاوید شد، جاوید شد. ببینید عزیزان من، التماس به هیچ کس نکنید، به خصوص آخوند ما التماس دیگه نمی کنیم. برای ایرانمون جون میدیم، صف به صف می جنگیم می میریم ایرانمون رو پس بیم. التماس بکی بکنه باخون. روز یه بار میاییم دنیا، یه روزی هم میمیریم، بالاترش که نیست. خون من از خون فرهاد ها و خون من از شهیدی ها و خون من از رهنورد ها و کرمی ها و پویا ها و پژمان ها و علی ها و دیگر عزیزان رنگین تر که نیست. خون همه ما رنگین تر که نیست. یک بار برای ایرانمون تصمیم میگیریم و این تصمیم رو با هم به اجرا در میاریم. این بانوی عزیزمون در آلمان اومد صحبت میکرد، دیدی چقدر روشنگرایانه، از قلب شما جوانان صحبت میکرد. همه ایران سرای من است، این یادتون نره. یادتون باشه یه پادشاهی خواه وقتی قسم میخوره باید تا انتهاش بره. من کار به مجاهد و امثال هم اینا اصلا آدم من حساب نکردم. یه پادشاهی خواه وقتی حرف میزنه پای حرفش باید بیست. ما برای ایران و پادشاهمون سنگ تمام باید بذاریم. حالا چه فرق میکنه زن باشه، دختر باشه، مرد باشه، پسر باشه، فرقی نمیکنه. یه پادشاهی خواه وقتی تصمیم خودش رو گرفت تا آخرش میره. بیت رهبری رو اگر بر سر اون خائن آخوند و امثال هم خراب نکنیم ایرانی نیستیم. بیت رهبریش رو و اون خیابان پاستور رو، مکان لانه جاسوسی آخوند، اگر اون خیابان رو بر روی سر خامنه ای و طرفداراش خراب نکنیم ایرانی نیستیم. شک نکنید به حرف من. ایرانی یعنی رستم، یعنی سهراب. ایرانی یعنی آن چیزی که شما عزیزان در طول تاریخ خواندید. ایرانی یعنی رهنورد عزیز که وقتی داشتن میبردنش اعدام میکنن میگفت چی؟ بر سر قبر من نماز نخوانید، بر پیکر من
نماز خوندن جایز نیست. ایرانی یعنی کیان پیرفلک وقتی با ضرب گلوله دشمن به رجعت رفت، مادر او ایستاد و تمام ایل بختیاری در اون سرزمین اهورایی گفتن لرکه نماز نداره، ما نماز نداریم، این حرفا چیه؟ این دین رو از سیاست و ملیگرایی بدور کنید و بدورش هم خواهیم کرد. فاصله ما از دین به فاصله فکر کنید کهکشانی در ایران آینده خواهد بود. کهکشانی دوستان عزیز، فراتر از کهکشان ها. دین برای خودش تلهی پهن کرد، چاهی پهن کرد که خواهید دید نتیجه حرفای من و پیشبینی های خودتون و من رو خواهید دید. کمونی که در سرزمین ما هر که از دین حرف میزنه با پشت دستی پاسخش رو میده. مکان ها و اماکن اجتماعی فرهنگی و اماکن عمومی رو شما نگاه کنید، نانوایی ها، صف نانوایی ها، دیگر شهرها، برید نگاه کنید، میبینید دیگه کسی به این مسائل نگاه نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه شعور ایرانی به ملیگرایی رسیده. شما مقابل ملیگرایی در سال 57 دین رو گذاشتند، دکان ریاکاری، ششنبش ریاکاران. امروز اون دکان رو به هم زدیم و دوباره به اصل خیشتن برگشتیم، اصل خیشتن برگشتیم، آن هم دین نه، ملیگرایی، یعنی چیزی که دنبالش بودیم. محمد رضا شاه بزرگ دنبالش بود، رضا شاه بزرگ دنبالش بود، نادر شاه بزرگ دنبالش بود، کوروش بزرگ دنبالش بود، ملیگرایی. اسطوره‌هاتون رو بشناسید. من بچه‌های عزیز، چون واقعا بهتون بگم نمیدونم چند دقیقه هم در این و لایو رو فکر میکنم نزدیک به یک ساعتی گذشته، از همه شما سپاسگزارم، به همه تون افتخار میکنم. یه خواهشی که ازتون دارم، چند تا چیز رو از قلم انداختید در نبودید من، خیلیاتون جانانه راهی رو که گفته بودم رو انجام دادید و رفتید، درود به شرافتتون. گفتم سهراب رو از دست بدید و فضای مجازی سهرابی رو از دست بدید، دیگران رو بچسبید. سهراب مهم نیست، وطن مهمه. و دیدم که بسیاری از انسان وفادارانه در فضای مجازی جنگیدن. پیامایی که برای شما از توی کمپ و زندان برای شما فرستادم چه بود؟ سرخم کنیم به کی؟ به آخوند؟ برای ستایش بزرگانمان و خاندان ایران سازمان من سرخم میکنم. محال است که زیر پرچم آخوند و خود آخوندها سرخم کنیم. یادتون باشه چی این مسائل رو بهتون بگم، کوتاهی نکنید. الان من پستی رو گذاشتم چند روزیست، این پیجا خوابیده بود. حالا جناب آقای نوری عزیز زحمتشو کشیدن با دادن پسورد، اومدن چند شبی لایو گذاشتن، اطلاع رسانی کردن. خواهشی که ازتون دارم، حتما و حتما برید این پست هایی که گذاشتم رو استوری کنید تا به عوام برسه. وقتی میخوایم بگیم نادر جهانبانی، همه اقشار جامعه رو باید اینستاگرام متوجه کنه. این پیجا خوابیده، برید در یوتیوب حتما و حتما لایو ها رو نگاه کنید، زمان بهش بدید، بذارید لایو رو دیدید یه بار دیگه ببینید. در یوتیوب آدرس ما رو هم دارید، دیگه کوتاه نیایید. کار بیخ گوش و حلقوم آخوند رو گرفتن.
از فردا اعتصابات همراه با اعتراضات بیشتری رو در کشور ما مشاهده خواهید کرد. استدعا دارم حتما برید در یوتیوب فیلم ها رو ببینید. استدعا دارم حتما همین الان که لایو ها رو سیو میکنیم همه لایو ها رو شیر کنید، بذارید توی استوریتون، ملت رو بکشونید پای حرف هایی که بهتون گفتیم، درس هایی که باید انجام بدیم، استوری کنید و انجام وظیفه کنید. چون برای من میبینم، همه شما رو میبینم، میخوام این بار به کف خیابان میریم، مردانه بریم، زنانه بریم، ایرانی وار بریم، ملیگرایانه بریم، نه آخون صفتی. میخواییم وقتی رفتیم آگاه باشیم نادر جهانبانی چه کرد، کی بود، چی کار کرد. در انتها هستیم، خاطره ای رو میگم و از حضور گرم شما مرخص میشم. احمد خمینی و خلخالی از سالن زندانی که به نام مدرسه رفاه برای اعدام درجه داران با عظمت ایران رو نگهداری میکردن دیدن میکرد. احمد خمینی همچنان که داشت نگاه میکرد به سلولی رسید که تیمسار نادر جهانبانی در آنجا بود. وقتی که نگاه به او کرد، خب طبیعتا میدونید نادر جهانبانی و جهانبان عزیز ما، میدونید که موی زردی داشت، چشمان آبی داشت و ذاتاً بسیار ورزشکار، ورزش دوست و بسیار بسیار انسان وفاداری به خاندان ایرانساز پهلوی. وقتی عبور از اونجا میکنه، نگاهش به تیمسار نادر جهانبانی میفته، فکر میکنه یه خارجیه در جمع اینا هستش. ببینید این امامه به سران و مانتو پوشان آخون چه دیدند و چه کردند. وقتی نگاه کرد و به نادر جهانبانی جاوید نام نگاه میکنه، میگه ببینم شما ایرانی هستی؟ نادر جهانبانی سر رو بلند میکنه و میگه بله من ایرانی هم، تو کجایی هستی؟ این نشان از اون عرق ملی داشت که خیلی همون امروز بهش رسیدیم، دیر رسیدیم و جانانه بسیاری رو از دست دادیم. نگذارید خون این عزیزان پایمال بشه، نگذارید دیگه به هیچ وجه ممکنی این گونه اسطوره هم رو از دست بدیم. جاوید شاه، جاوید خاندان ایران ساز پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان با اون تاجه همیشه طلاییش. خواهشی که ازتون دارم همین الان برید اون چند پستی رو که ابتدا گذاشتیم، همین دیروز و پریروز و اینا، همه رو ببرید استوری کنید، چون من میبینم که استوری کرده. میخوام ببینم چند نفرتون انصافا هنوز وفادار به تفکر براندازی و ملیگرایانه ایستادگی دارید. بدرود و جاوید شاه تا فردا، بدون افتخار میکنم. مرسی عزیز.